سلام، وقتتون بخیر. به محور خوش اومدید. سرپرست وزارت معدن و پترولیم با نمایندگان برخی از وزارت‌ها و مسئولان شرکت ام سی سی چین از معدن مس عینک لوگر دیدن کردند. مسئولان شرکت ام سی سی چین گفتند به زودی سرک معدن مس عینک اعمار خواهد شد. طرح حفاظت آثار باستانی نیز نهایی شده و آنان آمادگی برای آغاز عملی استخراج مس عینک دارند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی آغاز کار پروژه مس عینک را در رشد اقتصادی و افزایش درآمدها مهم می‌دانند. 16 سال قبل از امروز قرارداد پروژه استخراج مس عینک لوگر با یک شرکت چینی امضا شد، اما تا اکنون کار استخراج این معدن آغاز نشده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم با هیئت همراهشان که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولان شرکت ام سی سی چین نیز آنان را همراهی میکرد، از صاحب مس عینک لوگر دیدن کردند. مسئولان شرکت ام سی سی درباره آغاز کار اعمار سرک معدن مس عینک قرار است به‌زودی آغاز گردد، نهایی شدن طرح حفاظت آثار باستانی، اعمار کمپ‌ها، پیشرفت امور اکتشافی معدن غربی عینک و سایر پیشرفت‌های پروژه جزئیات داده و تاکید کردند که آماده آغاز کار استخراج این معدنند. برق فابریکا 400 مگاوات برق یا د سنگ زغال نه بامیان کې دل لپاره ډیر لوی معدن شي، 590 میلیونه ټنه سنگ زغال ریزرو سوی دی، لغنه به جوړی یا به لوبورت جوړی 400 مگاوات برق هم دی او برق وزارت ورته ټول شان برابر کړی دی. معدن مس عینک در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل در منطقه بیثمر ولایت لوگر موقعیت دارد. این معدن دومین ذخیره مس در جهان است که ذخایر مس در معدن عینک لوگر 11 میلیون تن تخمین شده است. 15 شپیت فابریکی په دغه برخو کې وس سرمایه گذاری کړی دا چې هغه مستی د په خوا کې المونیم دی، بعض شاین دی چې هغه په افغانستان کې مواد خام ته ضرورت لري، دوی ته استفاده کولای شي. د دې پروسس سره د پاره چې کله زمونږ په داخل کې استخراج پیدا کیږي، مواد خام پیدا کیږي، نور سرمایه گذاران پیدا کیږي، یا چینایان دي یا نور چې په دې کې سرمایه گذاری وکړي. شمار از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که معدن مس عینک از منابع مهم عایداتی کشور است که با استخراج این معدن زمینه کاری برای شهروندان کشور نیز فراهم خواهد شد. دی پروژه نه کم از کم هغه کوم ارکام سی حکومت لاسته ترازی سی هغه محدود اداغ کړی دی، مشخص کړی 500 میلیون ډالر دی کال، نو دا ډیر غټ عواید دی او موږ کولای سو عملاً په یو بخش کې نه دغه خالص عواید دغه حکومت بودیجه د څه تری ورکی بیا او انا خالص عواید چې په دې کې تجارت یعنی ترانسپورت زی، په دې کې لیبر کار کوي، په دې کې د موږ انجینران یا د موږ تعلیم یافته کشر کار کوي. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، وزارت معادن و پترولیم همواره اطمینان داده که معادن به گونه قانونی و شفاف استخراج می شوند. دومین معدن ذخیره مس جهان چرا 16 سال پس از عقد قرارداد هنوز هم در بی‌سرنوشتی قرار دارد؟ آیا معدن مس عینک و معدن دیگر کشور در چنگال و انحصار بیجینگ قرار گرفته است؟ و افغانستان برای چین آیا محور سرمایه گذاری سیاسی است و یا هم اقتصادی؟ در محور امشب این پرسش ها را از مهمانان میپرسم. آقای یازرخش حافظی، کارشناس اقتصادی از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند، و اینجا در استودیو آقای شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی، و همچنان آقای عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان حضور یافتند. خیلی خوش آمدید. سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی. صافی، سپاس جدا بدیم با شما آغاز بکنیم. چرا با گذشت 16 سال معدن مس عینک و منبع عظیم مواد افغانستان هنوز به مرحله استخراج نرسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یعقوبی صاحب او تاسو، محترم حافظ صاحب او ټول لیدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مونږ تاسو ګورو چې په تیر حکومت کې تقریبا 2008 کال کې د قرارداد شو، او دوی سره په ډیرو برخو کې چې هغه د افغانستان د پاره خصوصا د سرمایه گذارۍ د پاره او د استخراج د پاره ډیر مهم او په اقتصادي برخه کې په بعضې مسایلو چې هغه امنیتي مسایلو فساد په اداره کې و، او خصوصا بعضې قدیمه آثار چې په دې باندې دا تر اوسه پورې ونه توانېده چې دوی استخراج شروع کړي. د امارت اسلامي د حکومت د راتګ سره دوی وغوښتل چې څو واردې شرکت سره ناستې وکړي او دوی باندې فشار راوړي تر څو پورې کم قرارداد چې تقریبا 14 کاله د دې کېږي، او تر اوسه په دې کې دوی هغه عملي استخراج نه دی شروع کړی، نو دوی باید عملي کار شروع کړي. نو نن تاسو ولې چې جناب محترم وزیر صاحب د معدن او دوی او سره د اطلاعات و کلتور وزیر صاحب او نور د دوی سره ټیم هغوی لاړل، د هغې نه ولیدل هغه قرارداد چې تقریبا
د دې د استخراج لپاره آماده شوی و چې د باستانی یا خصوصا د قدیمه آثارو د ساتلو په خاطر یا نور د دې په نورو طریقو باندې یا زیرزمینی تاریخ نه به دوی استخراج شروع کوي او دوی به عملي کار شروع کوي. نو تاسو ولیدل چې نن ورسره لاړه او دوی به زرتسفرها بودیم رفتن از مجازه مادرس صحبت کردن گفتن که ما آماده هستیم شرکت ام سی سی چین بارها گفتن که آماده استخراج هستیم ما میخوایم آغاز بکنیم عملا این کارها رو از شالش هم صحبت کردیم. خب در گذشته مسئله امنیتی بوده و حالا مسئله طولانی شدن یکی چالش بوده حفریات آثار باستانی است یا این موضوعات هستی که اونجا آمدن در 16 سال ما دیدیم که نه تنها کار استخراج آغاز نشد هم سرک که منتهی به می معدن میشه و هم تا اینجا کار خامه باقی مانده. عمدتاً چالشی که تا اینجا کار فرای استخراج این معدن هست چی است؟ چی میتونه باشه جدای بحثی که شما زما به نظر باندې چې مونږ ګورو معلومات هم حاصل کړی دی پاغه کې څو مسائل یو دا و چې د دوی لپاره هغه چې زیربنایي کارونه وشي 400 میگاواټ برق به جوړ شي د دې لپاره هغه ریالټي و چې تقریبا 90% د چین کمپنۍ غوښتل چې د دې کې تغییر راوړي ولی بیا هم په دې باندې ونه توانېدل چې تغییر راوړي. دوی هم ورته په دې باندې فشار راوړل چې باید دوی عملي کار شروع کړي. تقریبا ما مخکې ویلی چې عملیاتي مسله وه فساد و ریالټي وه په قانون کې بعضې تعدیل و باید چې راوستی و چې نوې کمپنۍ ډېر فشار راوړی او چې مونږ په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوو باید په دې کې یو څه تغییر راشي. د پروسس ډېره مهمهپروسس مسله وه حالا دلزدگی داره شرکت ام سی سی و آنچه که در قرارداد گفته میخواهد که تعدیل بکنه و دوباره مثلا شرایط تازه را اینا اعمال بکنه. فکر میکنین خود قرارداد میتونه عامل باشد جدای بحث های آثار باستانی مسائل امنیتی و برخی موضوعات دیگر؟ بالکل هم در ټول مسئله وی چې تغییر راوړو غوښتل هغوی غوښتل چې بعضې امتیازات ځان دپاره دوی واخلي ولی اسلامی اماره چې څومره د وزارت معدن نه معلومات تر و مونږ ولیدل چې په دې کې دوی دې تخیل نه شو په هماغه زاړه قرارداد باندې چې دوی سره کم قرارداد شو باید دوی کلک ودرېدل چې هغه ټول امتیازات پروسس نه نیولې د 400 کیلوټ بار د زیربناوو کې د دې قدیمي آثار ساتلو دې ټولو برخو کې دوی کلک ودرېدل او امتیاز یې ورته ورنکړ. استخراج معدن آغاز شوه این بار متفاوتتر نسبت به گذشته ها آنچه گفته شده مکررن نه تنها در بحث معدن بارها هم در معدن دیگر هم گفته شده پروژه بزرگ کلانن که امارات اسلامی بارها گفتن در این خصوص چقدر این بار قاطعیت و جدیت هم میبینین که پس از 16 سال قرار است که خواب افغان ها به حقیقت مبدل شود یا آغاز شود پروژه؟ په تیر حکومت کې هغوی هم فشار پرې راوړل چې باید دغه معدن باندې کار شروع شو خو بعد عوامل همدغه چې نه شو کولی چې دوی ژمن وسي د قرارداد پوره او خصوصا د استخراج دپاره خپل عملي کار شروع کړي. په اوس وخت کې د دوی چې دوی اطمینان ورکړی چې نه فساد شته او سود دپاره ټول هغه امکانات د امنیت دپاره برابر دي چې تاسو باید خپل په قرارداد مطابق خپل پروسس خپل استخراج او دغه شروع کړي. په دې ځای کې نو همدغه و چې کوم تغییر په قرارداد کې رانغی او دغه قرارداد باندې امارات اسلامي په دوی باندې فشار راوړه چې تر څو پورې یا تاسو کار وکړئ یا پرېږدئ دا پروژه ځکه هر پروژه اخیستل چې هلته به یې سرمایه ګذاري وکړي هغه کملي وي چې د افغانستان دپاره دا ډېره مهمه پروژه ده که تاسو نه کوئ نو نور خلک آماده دي چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي او دا د پروسس دپاره کار پرې شروع کړي. هماغه و چې ام سی سي په دې باندې آر شو چې خپل استخراج او خپل کار معدن کې په هغه پلان باندې چې زمونږ زاړه قدیمه سر متضرر نشي او دوی هم د خپل استخراج کارونه شروع کړي. بسیار تشکر سپاسگزارم برمیگردم. یعقوب سی بسید شما بزرگترین پروژه افغانستان با شکست مواجه شده به بنبست رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما جناب صاحبای سی با فضیلت. علیکم السلام. متاسفانه پروژه معدن مس عینک لوگر یکی از پروژه های شکست خورده است از اینکه در آینده ما چقدر میتونیم این پروژه شکست خورده را دوباره به کامیابی و موفقیت برسانیم هنوز در حاله از ابهام به سر میبره. اما متاسفانه در طول 16 سال به این طرف با وجود پافشاری های بیشتر از سوی حکومت گذشته و با وجود یک سلسله مشکلاتی که پیش آمد متاسفانه تا حالا ما موفق به تطبیق پروژه و بهره برداری از منافع اقتصادی آن نشدیم. هر از گاه شرکت ام سی سی متهم به کارشکنی، تعلل و خلاف ورزی و عدم پابندی به اصول قرارداد بوده و از این طرف هم شرکت چینی یک سلسله معاذیر را پشتکش کردند که وضعیت اقتصادی افغانستان هموار نیست، وضعیت سیاسی افغانستان ناپایدار است، مشکلات امنیتی در افغانستان وجود داره یا فضای اقتصادی، فضای سیاسی در افغانستان تمر هموار نیست که ما به معدن مس عینک لوگر استخراج بکنیم یا ممانعت های عمدن صورت میگیره سوی کشورهایی که عملا در طول 20 سال در افغانستان نفوذ داشتن یا سر راهشان موانع خلق میشه به لحاظ سیاسی به لحاظ اقتصادی ولی بیشتر پروژه رنگ سیاسی به خاطر بدون شک یک از پروژه های شکست خورده که معدن مس عینک لوگر بود که بیشتر رنگ بوی سیاسی گرفته بود و
همیشه کشورای قدرتمند به ویژه آمریکا بسری پروژه بیشتر حساب میکرد و بیشتر موانع خلق میکرد که چین نتونه به زودترین فرصت از منابع اقتصادی ازی از منافع اقتصادی ازی بهره ببره و باعث شد که تا حالا ما موفق به تطبیق پروژه نشدیم و از منافع ازی دور ماندیم. حالا دیده شده که حکومت امارت اسلامی با صدای بلند و رسایشان که میگن ما موانع رسر را برداشتیم، زمینه را تمر انبار کردیم که باید زمینه تطبیق پروژه کاملا فراهم شده باشه و شرکت ام سی سی هر چند که در گذشته متهم به خلاف ورزی و کارشکنی است، گاهی پابند در مواد قرارداد نبودم، ولی فکر کنم 3 یا 4 ماه قبل اینا یک طرح بدیل را پیشنهاد کردن به وزارت معادن که ما میخوایم کار را به شکل زیرزمینی آغاز بکنیم، چون اونا آثار باستانی آبادات تاریخی را دلیل گرفتن که ما در طول این مدت نمیتونیم آثار باستانی را تخلیه بکنیم و به استخراج برسیم، بنان لازم است که ما کار از زیر زمین آغاز بکنیم که به اهداف اقتصادی خود برسیم یا استخراج بکنیم. من از در معلومات کافی به سر نمیبرم که واقعا این طرح بدیل شرکت ام سی سی پذیرفته شده است یا خیر. متاسفانه در گذشتم و در حال حاضرم یک فیزیبلیت استادی یا مطالعه امکان پذیری نسبت به استخراج معدن مس عینک لوگر صورت نگرفته بود. به صورت یک فضای کاملا ناروشن ما با ام سی سی در زمان قرارداد شده بود، یعنی تضمین های مالی که با دقت میشد، تضمین های اجرایی که با در زمان از شرکت ام سی سی گرفته میشد و چگونگی تعلل در کار یا اگر شرکت ام سی سی توانمندی تطبیق پروژه ندارد چگونه باید برخورد شود. متاسفانه در اون زمان روی موارد اگر ناروشن بود با سود افغانستان بود، میدونستیم که در قرارداد حالا خلاف ورزیه که صورت گرفته و دلزدگیه که خود شرکت ام سی سی داشتن، حالا میخوان که تعدیل بکنن چون یک مصرف بسیار گزافی هست، ایجاد خط ریل و برخ از مسائل دیگر در افغانستان. بنا سود افغانستان بود درشان فکر میکنه در این شکی نیست که منافع اقتصادی دو طرف تامین بود، منافع یک طرفه نبود. این شکی نیست که شرکت ام سی سی تنها به منافع اقتصادی افغانستان کار نمیکرد، منافع خودش هم در میان بود، ولی اینکه چرا نتونست در این مدت موفق به تطبیق پروژه نشد، جدا از عوامل اقتصادی عوامل سیاسی هم داشت، عوامل نفوذهای کشورهای منطقه هم بود، عوامل خصوصا حکومت فعلی که در گذشته مخالف حکومت گذشته بود و عملا جنگ در افغانستان جریان داشت و ناپایداری سیاسی را دلیل می، اما من فکر می کردم که بیشتر ناپایداری سیاسی یا نبود ثبات سیاسی ثبات اقتصادی در افغانستان دلیل تطبیق نشدن پروژه نبود، بیشتر مشکلات تکنیکی سر راه پروژه وجود داشت و نبود تمایل آنچنانی که باید ام سی سی نشان میداد در پروژه مطرح بود که نمی تونستند که به صورت فوری روی تطبیق پروژه حاکم باشند. این مشکلات باعث شد که تا حالا 16 سال گذشته به خوبی بیشتر که بشارم کردن صفحه مثلا حالا پذیرفته شرایط قرارداد شرکت ام سی سی، خب میدونیم که حالا پا پس میکشیدن و از برخی از موارد اینا میخواستن که بکسرن چون میدونستن که به زیانشان است و به نفعشان نیست. اگر همین گونه یک چیز باشه، پذیرفته باشه موارد قرارداد و توافق که صورت گرفته، چقدر میتونه تاثیر بر وضعیت کنونی داشته باشه، بر اثرگذاری بر استخراج مس عینک داشته باشه؟ چون میبینیم که برخلاف میل شرکت ام سی سی است. میدونیم فکر بکنیم نگرانی وجود داره در این خصوص، در صورتی که در صورتی که ام سی سی چون مطابق قرارداد برخورد بکنه، در اون قرارداد منافع اقتصادی افغانستان به صورت مستقیم واضح است. ما سالانه 400 میلیون دلار مالیه از شرکت ام سی سی باید بگیریم و در دور اول پروژه قرار است به 8000 نفر به صورت مستقیم کار ایجاد شود. در دور دوم پروژه از 12000 الی 15000 نفر برش شغل ایجاد میشه. به همین ترتیب شرکت ام سی سی مکلف است که یک خط آهنی را از تورخم از مسیر عینک لوگر بگذره، باید به تاجیکستان وصل بکنه. همین رقم یک خط آهن دیگری که باید از معدن آجیگه که بامیان شروع شود، مسیر یک کولنگ به دره صوف سمنگان بالاخره به تاجیکستان منتهی شود. یا و جدا از پروژه فابریکی 400 مگاوات برقی که باید بسازه یا ایجاد بکنه، این منافع مستقیم و روشن است که باید از ما از این پروژه میبریم. اما در طول مدت برآوردی از این پروژه طبیعی است که روی توسعه اقتصاد کشور تاثیر مثبت داره، روی ایجاد شغل تاثیر مثبت داره، روی بهبود وضعیت زندگی مردم میتونه تاثیر بگذاره، باعث زیر ساخت ها، باعث ایجاد سیستم امن و نقل شود، باعث دسترسی به انرژی شود و حداقل اون منطقی که مس عینک در واقع است در اولسوالی محمد آقای لوگر زندگی اجتماعی از نو تغییر بکنه، در قسمت ساخت و سازی و منطقه هم میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه. سپاسگزارم، میخوام سی برمیگردم. مازرخ شب افسوس وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین. سپاسگزار حضورتون در محور امشب. از دید شما به حالت دید شما به این پروژه چیز 16 سال کال گذشته، حالا بیشتر هم میگن سال 2006 چون این توافق صورت گرفته بود که 18 سال میگذره. فکر میکنین اول زمان اون فرار رسید تا اینکه عملا آغاز شود استخراج این معدن، یعنی اون نظر فکر میکنین که ممکن 16 سال که به سرنوشت بود بعد از اون به سرنوشت میمونه؟ سلام با شما. و علیکم السلام. چند مورد بحث افزی سب متاسفانم صدایتون درست نداریم، ممکن مایک درست نیست و چیگونه است، بفرمایید.
تصویرتان داریم ولی مشکل در صداست. سلام علیکم به شما همکاران گرامیتان و همچنان میمانان گرام قدر در بس جناب رئیس عبدالجبار شفیع همکار ما و جناب آقای صادق یعقوبی و بینندگان گرام قدر تلویزیون بلو، سپاسگزارم. خوش آمدید. در سال 2006 میلادی این قرارداد به شرکت MCC چین داده شد. ما در وقت در این جریان حضور داشتم و قراردادی که صورت گرفته بود قرارداد خوب بود. در وقت قیمتای مثل دنیا بسیار بالا بود و قلت مثل محسوس بود. شما میدارید که مثل در انتقال برق بود بسیار نقش اساسی داره و در امیر سفینه کیانی و در بسیاری چیزا کاربر داره. در وقت باز بعد از او چینایی ها قزاق مثل خریدن به صورت عاجل به قیمت بالا. بعد از اون که قزاق مثل خریدن اما تشنگی بسیار شدیدی که داشتن رفت شد و کمی بیمیل شدن و بونوس های به اصطلاح امو امتیازات را که به افغانستان فایل شده بودن و آهسته آهسته او را زیر چی زدن به اصطلاح قول خود زدن. مثلا خط آهن بود که از شمال افغانستان تیر می شد می آمد و به جنوب افغانستان می رفت و به شرق افغانستان می کرد این سینک بور می کرد و یک پروژه کلان خط آهن تقریبا 1800 کیلومتر در بر می گیرد. او را گفتند که شما با ما پیسه بتنید باید ما بخونید جور میکنید. حالا چگونه ممکن است آفیسی سب که یک زمان توافق نامه از صورت میگیره موادش مشخص میشه و دوباره اینو پاس میکشند و دلزدگی پیدا میکنند و در چی شرایط تحت چی شرایط چنین یک قرارداد عقد شده؟ پیشتره که یک خوبیسی بشاره کردن که در یک حالات ابهام و ناروشنی چنین یک کار شده؟ نه، ابهام و ناروشنی نظر من وجود داشتم. منطقه میگه برای قوی شد و به راحتی دیمان تلیدی. کشورهای ضعیف و کشورهایی که توان دفاع از حق خود ندارن و حراس دارن از طرف مقابل زورمند خود، دولت های افغانستان هیچ نوع اقدامی دیگه نکردن. رابطشان باز بود میتونستن برن به ارگیتریشن بیندلی و محل منازعات تجارتی بیندلی و شکایت بکنن که قرار وقت قرارداد ما را اینا گرفتن اما هیچ اقدامی مطابق با مفاد قرارداد انجام ندادن. تعهدات کردن ایفا نکردن. افغانستان خود تمام شرایط برشان فرام ساخته و این گفتن هم که در این مدن مثل نه 27 نوع عناصر نایاب دیگه وجود داره. درست. او قیمت یک گرام از او برابر ده تن مثل است. او هم هست. دمو مسئله ابهام وجود داره که این عناصر نایاب و عناصر کمیاب و در دنیا بسیار دسته کشور برداره. و بسیار کاربرد بالا داره و بسیار تکنولوژی پیشرفته. به هر صورت یک قرارداد بسیار خوب بود و به نفع افغانستان بود، ولی حکومت قبلی هم بنا به ملاحظاتی که داشت هیچ وقت در تصور چین و در محاکم بین‌المللی تجارتی قومی دعوا نکرد و حکومت موجود هم چون اصلا در دو نیم سال گذشته هنوز متاسفانه هیچ کشور به رسمیت نشناخته و هیچ مؤسسه بین‌المللی هم دولت افغانستان بلد نمیشناسم. اینا امکان وجود که به مراجع بین‌المللی مراجعه کنن ندارد. اگر مسئله برای رسمیت شناسی باشه، مسئله سیاسی هم خب پس این توافقنامه هم دیگه ارزش خود از دست داد، چون در زمان گذشته بوده در حکومت پیشین شکل گرفته منعقد شده. پس نیاز است که قرارداد تازه شکل بگیره و به این شرکت یا شرکت های دیگر تا اینکه آغاز شود و کار استخراج این معدن. نه، قرارداد قبلا صورت گرفته در یک حکومتی بود که اون را ملل متحد مؤسسات مالی جهانی مانند IMF و بانک جهانی بانک داد رسانی و بانک های دنیا اصلا میشناخت. به وقتی قرارداد شده قانونی است، ادامه از اون قرارداد مالی قانونی ندارد، ولی اگر قرارداد نو منعقد شود باید بعض ملاحظات وجود داره که در مراجع بین‌المللی ثبت شده نمیتونند. این قرارداد ما ثبت است در مراجع بین‌المللی، اما اینکه چرا اقامه دعوا نکردن، چرا حق طلبی کس نکرد، این یک سوال است که برمیگردد و اما اوجای امور
درست. بسیار تشکر، سپاسگزارم. مفتی صاحب برمیگردم. شما صافی صاحب، اگر مشکل در قرارداد وجود داشته باشه، 16 سال گذشت، باید روی این صحبت میشد، کار میشد. اگر دلزدگی داره، دلهوراگی داره، به این شرکت باید بازنگری میشد. فکر میکنین حالا زمان حضور فرا رسید تا اینکه حداقل یا روی قرارداد صحبت شوه، یا روی از اینکه بریم به یک کشور دیگر صحبت بکنیم، در خصوص اینکه استخراج بکنن؟ چون 16 سال در انحصار بود و با گفتن بهش که زیانهای اقتصادی ناشی از آغاز نشدن کار عملی این پروژه متقبل شدیم. لکه څنګه موږ او تاسو هغه قرارداد ولیدل چې مخکې د دوی سره شوی و، او هغه د دواړو په موافقه باندې شوی و، خو خصوصا په هغې حالاتو کې د ام سی سي کمپنۍ غوښتل چې ځان دپاره ډېر امتیازات واخلي او بعضې قراردادونو کې تعدیل راولي. نو کله چې د اسلامي عماراتو حکومت راغی، دوی ورسره هیڅ ونه منل، او په هماغه قرارداد باندې هوکړه وشوله او بیرته تایید شو چې په دې قرارداد باندې به کار کوو. په هغې کې هر کمپنۍ تجارتي یا په افغانستان کې سرمایه‌گذاري کوي، کوشش کوي د خپل نفع په خاطر باندې په بعضې قانونو کې تعدیل راوري، کوشش کوي چې په ډېرو برخو کې د ځان دپاره امتیاز ته حکومت قایل کړي په قراردادونو کې. په دې کې هم ام سی سي په تېرو حکومت کې هم ډېر کوشش کړی، او په اوس هم ډېر کوشش کړی چې غوښتل یې چې په دې یو نوې نظرثاني وشي او بعضې تعدیل راشي. خو خوشبختانه ووایم چې د امارات اسلامي حکومت هماغه مخکینه قانون ورسره تایید کړ، او هېڅ ونه منل چې په دغې ټول قراردادونو کې تغییر راشي. نو همدا و چې د نوي د استخراج لپاره یې ورته وویل چې تاسو یو پلان جوړ کړئ چې څنګه کولی شو چې تاسو عاجل کار شروع کړو، تر څو پورې زموږ قدیم آثار هم ضایع نه شي، او زموږ خلکو دپاره کار هم پیدا شي، او مسلسل دغه پروژه باید شروع شي. ځکه که موږ و تاسو وګورو، دا زموږ استاسو ډېره مهمه او په اقتصادي برخه کې او تقریبا ټوله ملي پروژه ده، چې په میلیارد لکه څنګه چې یعقوبی صاحب ویلی چې عواید د افغانستان دپاره په صادراتو کې، په تولید کې، د سرمایه ګذارۍ دپاره، که چېرته دغه معدن استخراج شروع کړي او په دغه ځای کې پروسس شي، نو تاسو به وګورئ چې په سلهاوو کمپنۍ د دې د نورو چې دېنه باید څه تولید شي، په افغانستان کې مصرف وسي، دې نه صادرات وشي، دې سره ډېر تړلې په لوړه کچه سرمایه ګذاري ده، نو دا هم دې سره تړلې ده. نو دا اوس هغوی پلان جوړ کړه، هغه پلان د دوی سره تایید شو، او د تاییدۍ سره لاړل چې دا پروژه شروع شي او په دې باندې استخراج شروع کړي. و فکر میکنین هنوز هم بانو تراشای موجود داشته باشه، مشکل تراشایی که از طرف شرکت صورت بگیره؟ ما دیدیم در گذشته نفت قرارداد داشتن و حالا هم که تایید کردن، گفت با گفته شما، و تر هم دارن، پلان هم دارن، احتمالا فکر میکنین چیزایی هستن که میتونه مانع تطبیق پروژه شود؟ زه فکر کوم چې کچیر ته پرشتیا سره ام سی سی کمپنۍ غواړي چې خپل استخراج شروع کړي، هیڅ موانع نه لري. ځکه دوی چې په دې خپله سرمایه ګذارۍ کې یا د بزنس پلان کې چې کوم یا د قرارداد کې لیکلي چې په میلیونو ډالر سوی د صرف د دې د امنیت لپاره دوی ټاکلو چې زموږ مصارف په دومره کچه د دې د امنیت ساتلو پورې، د دوی د کارګرانو دپاره، انجینرانو دپاره، خصوصا په پروسس په کومو ځایونو کې چې دوی کارونه کوي یا سرمایه ګذاري کوي، هغه تقریبا راښکته شوي 50% راښکته شوي. نو دلته دوی بیرته قایل کیږي چې موږ کوم بودیجه چې د امنیت لپاره ټاکلی وه، هغه کې ډېر کموالی راغلی. نو زه فکر کوم دوی هم غواړي چې دغه پروژه هیڅ د لاسه ورنه کړي، او دغه کان د لاسه ورنه کړي. دا د چین لپاره ډېر مهم دی، ځکه هغوی خپله په ډېرو لوړه کچه مسو ته ضرورت لري، او دوی باید دلته استخراج کړي یا پروسس کړي، او دې ځای نه ویسي په چین ته او په خپلو کمپنۍ کې دوی مصرف کړي. نو د دواړو اړخ نه اوس د هم د امارات اسلامي چې په دې وخت کې باید که چېرته دغه پروژه شروع شوه، دوی په سیاسي برخه کې یو څه ښه اعتبار پیدا کوي، په اقتصادي برخه کې دغه اقتصاد زموږ لوړوالی پیدا کوي، او خصوصا د نورو سرمایه ګذاري دپاره، یا په ملي نورو پروژو کې نړیوال غواړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، او دا یو مثال واخلي. بسیار تشکر، سپاسگزارم. یعقوبی صاحب، بچه هم پیشتر اشاره کردین در رابطه به بهره اقتصادی که ما نتونستیم داشته باشیم تا 16 سال گذشته از این پروژه، و گفتم میشد که تا هر سال تا سالانه 350 میلیون دلار آید از این پروژه می آمدن. اگر حساب بکنیم 16 سال گذشت، کلا 5600 میلیون دلار ما زیان کردیم. میتونیم جبران بکنیم؟ 5 میلیارد و 600 میلیون دلار. خب صحبت سرمی است که در طول 16 سال شرکت ام سی سی آیا حاضر است که جبران خساره بکنه یا نه؟ در قسمت حغز تضمین اجرایی که در زمان قرارداد پیشتر حافظی سیران اشاره داشتن، چون گفتن که ما در جریان قرارداد حضور داشتم، خوب است که از حافظی سیران معلومات بگیرین که در اون جریان چی تضمین های از شرکت ام سی سی عقد شد که در صورت تعلل یا سکتگی در کار یا ناتوانی در تطبیق پروژه، حکومت افغانستان یا سکتور مسئول
با چی روی کرده با شرکت ام سی سی باید برخورد بکنه؟ پیشتر از منازعه حل کردن صحبت کردن که حکومت افغانستان در وضعیت قرار نداشت که بتونه ادعا بکنه، ادعای بین المللی بکنه بالا شرکت ام سی سی که این منازعه میان ام سی سی و حکومت افغانستان را حل بکنه. اما متاسفانه من وضعیت را طوری میگم در گذشته و در حال حاضر که حرف اول و آخر را در گذشته تا فعلا هم شرکت ام سی سی زده به عنوان یک تصمیم گیرنده اصلی در قسمت معدن مس عینک برخورد کرده. متاسفانه حکومت گذاشتم، وزارت معدن گذاشته و تا یک دو سال حکومت فعلی هم تصمیم گیرنده اصلی شرکت ام سی سی بوده. سی سال یک مدت بسیار دور و دراز است. اگر حکومت افغانستان یا حکومت امارت اسلامی وزارت معدن واقعا ثابت میکنه که تصمیم گیرنده اصلی است و حرف اول و آخر در مسئله مس عینک میزنه، حتی میتونه تا سرحد لغو قرارداد پیش بره. ما چی ویژگی یا چی تفاوتی را در شیوه کار ام سی سی دیدیم که این کار را دیگر شرکت ها کرده نمیتونه؟ ما در زمانی که این پروژه به داوطلبی گذاشته شده بود، شرکت های معتبر جهانی از کانادا، از روسیه، از قزاقستان، حتی از ایران داوطلبی کردن و حاضر بودن که کار این پروژه را به دوش بگیرن. اما متاسفانه بنابر نفوذ قوی و سیاسی که چین در اون زمان بالای حکومت افغانستان داشت، هیچ پروژه را برنده شد. برنده شدن پروژه شرکت ام سی سی و گرفتن این پروژه تنها جنبه اقتصادی نداشت که یک نرخ را پیشکش بکنه و آفرگوشایی شود و او پروژه را برنده شد. در اون زمان نفوذ سیاسی چین هم غیر قابل انکار بود و شرکت ام سی سی یک توانمندی بالا در نفوذ بالای وزارتخانه‌های سکتوری در اون زمان داشت. در گذشته اگر حکومت ناتوان بود، نمیتونست با شرکت ام سی سی برخورد جدی بکنه، یا فساد بود، یا مدیریت ضعیف بود، یا ناکارآمدی بود، یا ناکارایی بود، یا ای که واقعا به تخصص و مسلک احترام نمیگذاشتن، یا ای که جرأت و توانمندی مقابله با شرکت ام سی نداشت. در حال حاضر که حکومت امارت اسلامی از جرأت بلند صحبت میکنه، از توانمندی بالا صحبت میکنه و از حاکمیت مطلق صحبت میکنه و مدیریت خودش نسبت به مدیریت قبلی نسبتا کارآمدتر نشان میده، باید ثابت بکنه که شرکت ام سی سی را یا پیش بره با امرای در زمین استخراج یا اینکه در صورتی که همچنان تعلل میورزه، همچنان باناجویی میکنه، میتونه حتی تا سرد لغو هم پیش بره. بسیار تشکر. از آن میدونه پس وقفه برمیگردیم. باید همین محور خوش اومدید. یعقوبی صاحب، حالا ممکن هست که بریم دو سرحد لغو بکنیم؟ انتظار تضمین اجرایی وجود نداشته باشین؟ انتظار جامعه آگاه افغانستان از حکومت امارت اسلامی به ویژه سکتور مسئول وزارت معادن است که در قسمت مس عینک برخورد قاطعانه و جدی در کنار از یک برخورد تخصصی کنه. بیشتر فرصت بانجویی، دلیلگیری یا وقت ضایع کردن به شرکت ام سی سی نده. بیشتر تلاش نکنه که از دریچه تفاهم و گفتگو با ام سی سی پیش بیاید. در 16 سال تفاهم و گفتگو و تشکیل کمیته و صحبت و سفر نتیجه نداد. برخورد قاطعانه، جدی، چیزی که قانون معدن ایجاب میکنه، چیزی که قانون قرارداد ایجاب میکنه، باید با شرکت ام سی سی صورت بگیره. در غیر از اون من فکر کنم اگر تنها با تفاهم و اکتفا بکنیم که شرکت ام سی سی حاضر شده شرایط ما را پذیرفته، از یک دید نرم، از یک زاویه نرم با ام سی سی پیش بریم، من مطمئن هستم که ام سی سی دوباره بانجویی میکنه، دوباره بعضی دلایل پیشکش میکنه. فرض کنین اگر آثار باستانی هم تخلیه شد یا کار زیرزمینی را آغاز کردن، با گذشت هندک مدت باز یک دلیل دیگه پیش میکنه که یک مشکل تخنیکی دیگه ما پیش آمده و ما نمیتونیم استخراج بکنیم. باید تضمین بسیار قوی بانجویی با چی اهداف هست، با چی اساس هست، چی میخواین؟ حالا خب قرارداد شد، نظر به قرارداد جهانی هم هست، قرارداد بین المللی در کنار باید اجرا شود. در کنار سایر دلایل دیگری، یک دلیل بسیار مهم اقتصادی هم وجود داره. پیشتر آفزی سم یک اشاره بسیار گذرا داشت. شما میفهمین که نرخ مس در بازار جهانی در حال تغییر است. قراردادی که در اون زمان شرکت ام سی سی کرده بود، در اون زمان ارزش مس در بازارهای جهانی بالا بود. در حال حاضر ارزش مس برابر با ارزش گذشته نیست. من فکر میکنم شرکت ام سی سی بعد از بالای عزیز که بازار جهانی را ارزیابی نکنه، بعد از ارزیابی بازار جهانی وقتی که قیمت مس در یک جایگاه بلند قرار میگیره، بعد بیا استخراج بسیار جدی بکنه و مس با قیمت بسیار بلند بفروشه و یک فایده بسیار کلان بگیره، در حالی که منافع اقتصادی افغانستان قربانی منافع خودشان میکنن. در مواد قرارداد چنین ذکر نشده که ما منتظر بشینیم که نرخ مس در بازارهای جهانی بالا بره، بعد این شرکت ام سی منافع خود را سنجش بکنه، با یک منافع کلان مس ما را استخراج بکنه، در بازارهای جهانی بفروشه و بعد یک منافع اندکی را به ما بده. ولی قیمت مس در هر سطحی که در بازارهای جهانی شرکت ام سی سی مکلف است که مطابق مواد قرارداد پیش بره و وزارت معادن به عنوان طرف قرارداد مسئول است که از این روند نظارت جدی بکنه و از برخورد قاطعانه، جدی و سریع با شرکت ام سی باید پیش بره. در غیر آن من فکر نکنم ما بسیار دل خوش داشته باشیم که به شرکت ام سی بسیار تشکر. حافظی صاحب، زمانی که قرارداد اجرا شد همون گونه که یعقوبی صاحب پرسیدن، تضمین اجرایی وجود داشت و چی ویژگی داره شرکت ام سی سی که از اون میتونیم دل بکنیم؟ 16 سال تجربه کردیم، منتظر موندیم 18 سال.
شرکت MCC چین متعلق به دولت چین است و او شرکت خصوصی نیست. این نه تنها مس عینک بلکه تیل و گاز یا دریا را هم گرفته بودن و او را هم ناتکمیل رها کردن و او را فعلا یک شرکت از اورومچی یا از سینکیانگ چین که همسایه افغانستان است و بر محیط به سکتور خصوصی است و به یک شرایط بسیار سهل و آسانه به 300 میلیون دلار یا 450 میلیون دلار در طول 5 سال آینده گرفتن، در حالی که سرمایه‌گذاری که در اونجا MCC تعهد کرده بود 13.5 میلیارد دلار بود که در او 30% شرکت افغانی وطن گروپ شریک بودن راش و گروپ وطن هم اعتنا نکرد، ولی دعوایشان در منازعات تجارتی به این درندن است بین شرکت وطن و MCC چین، ولی دولت افغانستان هیچ دعایی نکرد MCC و همون را که با ایلا کردن ایلا کردن هر قدر که افغانستان یعنی تولید تیل در اونجا باید داشته باشن، ما در سال 2012 تعدیل سراسل شرکت های نفت و گاز افغانستان برای اولین بار یک چهار 30 میلیارد دلار تعهد سهم کردن که یک ریفاینری یا یک پالایشگاه نفت و گاز یا تصفیه خانه را بیارن که افغانستان از لحاظ تولید نفت و گاز و قیر و پولیتیلین یا مواد پلاستیکی و همچنان روغنیات موتر و یا خودکفا شود، حدود 4 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ما بالا می رفت و متناسب با مو بدیل و واردات داخل تولید می شد و صادرات ما مثلا روغنیات موتر و مثلا بعضی چیزهای مازادی که ما داشتیم به دنیا صادر می شد و تمام ضرورت های نفت و گاز ما داخل افغانستان تامین می شد، ولی اونا وقتی که چون پالایشگاه یا تصفیه خانه بر اساس نفت خامی بود که اونا در حدود 2.5 میلیون تن روزانه باید بر ما می دادن، اما اونا این را زیر قول خود زدن و نکدن و بالاخره او پادرو آمد، اما قرار نشد و او ریفاینری هم نشد. اگر از سال 2000 او در دو سال منتاج می شد خلاص می شد، در سال 2014 افغانستان از لحاظ نفت و گاز خودکفا می شد، هیچ وقت قدر سرمایه‌گذاری کلان سکتور خصوصی افغانستان تعهد نکده بود. اما او سرمایه‌گذاری هم بی‌نتیجه ماند و اون تلاشای ما چیزا در خود تلویزیون شما بارها موسیقی از رو سیرینا شما منعکس کردین و حضور سهامدارا را و دیگر وزرای مربوط محترم سکتوری آفیس بو زمانی که قرارداد عقد میشد تضمین اجرایی وجود داشت 16 سال گذشت، همون گونه که اشاره شد مثلا تا اینجای کار بله، بله. 5600 میلیون دلار زیان کردیم و گزارشی که ما در سال 98 داشتیم در 12 بود گفته میشد که 7 سال بعد از اون زمان 2 میلیارد دلار به درآمد ملی زیان رسیده، میبینیم که یک زیان هنگفت اقتصادی به افغانستان وارد شده، چگونه جبران خساره میشه؟ خود در پالی از گپای دیگه هم بود 800 میلیون دلار اینا مطابق ما قرارداد یا به حیث بونوس یا پیشکش میدادن، همی که مثلا به شرکت کانادایی داده نشد به شرکت قزاق داده نشد و هم پیشنهادهای بسیار خوبی داشتن، ولی چینایی ها به صورت حیرت انگیز یک سلسله پیشنهادهای بخشش یارا پیشکش کردن، از اون 800 میلیون دلار گفتن ما تحفه میتیم به افغانستان همسایه کشور همسایه ما و از اون خط آهن تمدید میکنیم. در پالی اینکه ما چیره مثل استخراج میکنیم قرارداد میاری بود، درست بود قرارداد، اما عبدانای بیندهی وارد دیدن و او رو اوکی کده بودن و او بزشته از همه باعث یک حکومتی که از طرف سازمان ملل متحد برسما شناخته میشد نمایندگی داشت در قراردادهای اقتصادی ملل متحد ثبت از این قرارداد و در منازعات بیندهی که مستقل ما او رو در وقت ما پیشنهاد کردیم که منازعات تجارتی خود چین و افغانستان نه بلکه فراتر از او باید به منازعات تجارتی بین‌المللی که یکی دادگاه راسل است درست. یکی هم در لندن است گفتیم به وامی با سب روشن درست. ما هم داریم حالا بباوری بیشتر شده بر شرکت MCC فکر میکنین نیاز هست بریم به طرف داوطلبان دیگر از کشورهای دیگر بریم یک قرارداد دیگر داشته باشیم تازه باید ما گپار واقع بینانه ببینیم خب هر اقدام اقتصادی یک بستر سیاسی میخواه، افغانستان نیازمند حمایت سیاسی چین است در شرایط فعلی و اولین کشوری که با تشریفات خاص سفارت بر افغانستان فرستاد و سفیر افغانستان رو پذیرفت چین است. اینا به خاطر مس عینک رابط خود رو خراب نمیکنند. به این خاطر و دیگه ای که در حکومت گذشته میتونست که چی بکنه با حل منازعات تجارتی به محکمه بین‌المللی مراجعه کنند و سازمان ملل مراجعه کنند، ولی نکردن، نخواستن که چین از خود آزاده بسازن و مخصوصا در مورد دریا که قطعا و از او عقب نشینی کردن و تمامی همون پروژه مطرح شد و تقریبا
از پا افتاد. اگر این ما به خودکفایی رسیده بودیم، هیچ ما به خودم بارها مراجعه کردم با مریض ستادی سرافیر قطعه نفت و گازم بودم باید که دکتا بود. خودم رفتم به پیش به شورای عالی اقتصادی رفتیم و ممکن اقتصادی شورای وزیران گفتیم. باز آخر برای من بزرگا گفتن که روابط افغانستان با چین بسیار ابعاد مهمتر داره و ما این شما زیاد محکم نگیریم. تشکر. درست. بسیار تشکر. سپاسگزارم. صافی سی میخوام تاکیدن بپرسم چی ویژگی داره ام سی سی که نمیتونیم مثلا با وجود اینکه 16 سال تجربه داریم در تاخیر در کار، بی باوری و آنچه که باید گفت کار که به صورت میرفت که صورت نگرفت، زیان های انگفت اقتصادی رو متقبل شدیم، اما هنوزم باور داریم برای این شرکت که احتمال این کار آغاز بکنه. زما په نظر باندې دوه ډیر مهمه مسلې وی، یو دا مخکې په دې باندې باسو شو چې د مسینا کو قرارداد دوی سره وشو او دوی انتظار پات شو، کله چې د دوی په چین کې هم په دغه مادن دی او دوی یا واردات د خپل ملک د پاره چې دغه نه دوی استفاده کوي په ډیرو شکالو کې په چین کې، یعنی ډیری کمپنی او په ډیر برخه کې دوی استخراجونه وکړل چې تقریبا دغه د 50% نه اضافه دوی خپل هغه استخراج د مسو استریج کچیر ته موږ لاړ شو دوی ډیټایل وګورو په هغه ځکه نو دا د مطلق اوس عام د چین کمپنی د سیاسي لحاظ نه او د اقتصادي لحاظ نه نه غواړي چې دا مسینه دوی پرېږدي او د قرارداد لغوه کړي. دویمه مهمه خبر دا ده چې قیمت یعقوب صاحب هم په دې ویل څومره چې موږ معلومات لرو په 2008 کې د مسو قیمت ډیر ښکته و او په 2040 کال کې اوس تقریبا 100% د لوړ تللی په نړۍ کې هم تللی په ټوله دنیا کې په چین کې په ټولو ځایونو کې تللی ده. زه فکر نه کوم چې دا قیمت ارزانه شوي او دوی د دننه دغه وکړي چې زموږ منافع پکې دومره نشته. اوس به قرارداد ته راځو. قرارداد ته اوس د دوی لپاره دا ډیر مهم دی ځکه په ډیرو برخو کې چین غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. د ډیرو ملکونو نه که موږ همسایګان وګورو په منطقه کې خپل همسایګان وګورو ولې به موږ که مهم هست ببینیم درست منافع ملی هم مهم هست. ببینیم با گذشت هر روز با گذشت هر سال ما میلیون ها دلار همدغه ده. بله په ډیرو اکثره پروژو کې امارت اسلامي په دې باندې په سلو کې 100% کوشش کوي چې په ملي پروژو په ټولو باندې دوی کار شروع کړي. په خصوصي برخه کې دوی څومره حمایتونه اعلان کړي د صنعتکارانو د تجارت دپاره، په نورو برخو کې د سرمایه ګذارۍ دپاره، خصوصا د غټو کمپنۍ دپاره چې دوی په ډیرو برخو کې خپل پلانونه لري، د برق او انرژي برق په برخه کې یا همدغه معدنو په برخه کې. نو دا دی چې دوی مجبور مکلف دي چې د خپل اقتصادي حمایت په خاطر باندې لکه مخکې دوی لپاره هیڅ سپورټ او هیڅ مالي کومکونه نشته د امارات اسلامي د حکومت لپاره. نو همدغه منابع دي چې هغه د داخلي عواید نه باید خپل ټول ضرورتونه پوره کړي او په خپلو عامه پروژو باندې په دې باندې کار کوي. نو دوی ژمن دي چې کار وکړي په دې باندې او چین حکومت هم نه پرېږدي. نو دا همدا تفاهم دی چې دوی سره هغه نتیجې ته ورسېدل او دا کار به زرته به نتیجه میرسیم. به باور میرسیم که بیشتر رویکرد اقتصادی اگر در خصوص افغانستان چین داشته باشه بیشتر سیاسی است. میخواین سرمایه گذاری های سیاسی در افغانستان داشته باشه نه اقتصادی انحصار. فکر کوم اوس ګورید دلته دوه برخې چې هغه سیاسي د خپل سیاسي پروژو د برخې نه په افغانستان کې سرمایه گذاري کې غواړي سیاسي بورډ ته فکر وکړي. ولې په دې وخت کې د افغانستان حکومت ته ضرورت دی چې موږ په دې برخه کې څنګه د دنه امتیازګري او د خپل اقتصاد کې د هغه پروژو په حال حاضر میبینین فکر میکنین با 16 سال گذشته که بیشتر هم وخت جمهوریت حاکم بود میگفتن که خب بسیار فنی و تخصصی بود و ظرفیت ها وجود داشت. در حال حاضر میتونیم اگر قرارداد عقد بکنیم با شرکت بسیار مت تخصص گرایانه پیش بریم. ز فکر کوم تک تقریبا منفعت خود نظر بگیریم په غټو پروژه کې، یعنی 2240 شغه په 2 میلیون ډالر په سرمایه گذاری شو چې ټول تقریبا 300 پروژه ته په افغانستان کې رسیدګي چې خلکو سره قراردادونه شو په استخراج کې، خصوصا د تیل او نفت نه نیولې ده په تیګو کې په هر برخه کې دوی سرمایه گذاری کړي. د سلید شو چې دا وایي قراردادونه شوي دا شو چې الته دوی هغه ټیم ورته ناسته او دوی سره پورا هغه زمونږ مخکنی خلک هغه چې هغه په کارپوهان دي هغوی ناستی هغوی قرارداد جوړوي هغوی قرارداد څیړي د افغانستان منافع پکې ګوري. د هغې نه وروسته دوی ته مشوره ورکړي چې تاسو قرارداد وکړئ. تر اوسه موږ په بعضې قراردادونو کې مشکلات چې په امارت اسلامي کې شوي هیڅ مشکلات نه دي راغلي. نو همدا ده چې د دوی باندې هم فشار دی چې باید تاسو خپل کوم قرارداد چې تېر حکومت سره شوی اوس وخت ده چې راشي په ده باندې کار شروع کړئ او خپل استخراج شروع کړئ تر څو پورې د اقتصادي برخه کې د افغانستان دپاره په ګټه وګرځي. بسیار تشکر سپاسگزارم. یعقوب سیبال عزیز، شما وقتی قراردادهای معدن افغانستان با چین صورت میگیره جمله مسینک چه برنامه ای فکر میکنین چه تخصصی و فنی هست؟ جدا از اینکه ما به سال شما پردازیم که خیلی تخصصی است یا نه، متاسفانه باید جرأتمندانه اعتراف بکنیم که منافع اقتصادی افغانستان زیر تاثیر منافع سیاسی است. در صورتی که منافع سیاسی افغانستان
تامین نشود به خاطر تامین منافع سیاسی حکومت افغانستان حاضر است که منافع اقتصادی را قربانی بکند. یک اعتراف تلخ است، باید جامعه آگاه افغانستان هم به این باور داره. خود حکومت هم میفهمه که ما به خاطر رسیدن به یک جایگاه خوب سیاسی حاضر هستیم که منابع افغانستان و معادن افغانستان را در خطر قرار بدیم. متاسفانه این شکل مدیریت و این شکل برخورد با اقتصاد افغانستان، با معادن افغانستان که طوری که منافع سیاسی ما تامین بود ما پیش میریم جدی میشیم، اگر منافع سیاسی ما جدی نبود ما نرم میباشیم و کوچکترین جرأت به خاطر یک حرف مخالف ام سی سی چین زده نمیتونیم. من فکر میکنم این ضعف مدیریتی را نشان میده، ضعف اقتصادی ما را نشان میده. انتظار مردم افغانستان، انتظار جامعه آگاه افغانستان از حکومت افغانستان به ویژه از وزارت معادن قسمی است که باید منافع سیاسی یا اقتصادی خود را بسیار مشخص و واضح تعریف بکنه، طوری تعریف نکنه که اقتصاد افغانستان دیگه اقتصاد بیچاره، ضعیف و درمانده نشان بده، ما به خاطر تقویه اقتصاد ما حاضر هستیم منافع سیاسی خود را در خطر قرار بدیم، یا طوری تعریف نکنه که ما به خاطر سیاست ضعیف و بیچاره و ناتوانمان اقتصادمان را در خطر قرار بدیم. اقتصادمان را اقتصادی برخورد بکنیم، با مشکلات سیاسیمان سیاسی برخورد بکنیم. درست است که حکومت افغانستان در حال حاضر فاقد رسمیت بین المللی یا رسمیت جهانی است. اگر واقعا حکومت افغانستان با چین مشکل سیاسی ندارد، پس چین با طالب با رسمیت میشناخت ما را. این واضح است که جهان با حکومت افغانستان مشکل دارد در حال حاضر. در همچین یک وضعیت حکومت امارت اسلامی به کدام زاویه دید سیاسی جهان دل خوش میکنه و حاضر است که پروژه معدن مس عینک به این بزرگی، با این سرمایه انگفت، با این ارزش بی پیشینه، با این ارزش بلند در بازارهای جهانی حاضر است به خاطر منافع سیاسی به همین شکل کارشکنی صورت بگیره، به همین شکل تحلیل صورت بگیره و به همین شکل سالهای دراز یک شرکتی ولو که دولتی چین باشه، ولو که یک شرکت مربوط به دولت چین باشه، ولی قرار نیست که ما به خاطر تامین منافع سیاسی ما منافع اقتصادی خودمان را قربانی بکنیم. قرار نیست که ما داشته‌های خود را، معادن خود را، داشته‌های طبیعی خود را به خاطر از اینکه سیاست ما تقویه شود، به خاطر از اینکه سفیر ما را اعتبارنامه‌اش قبول بکنه، به خاطر از اینکه با ما یک رابطه نیم بند سیاسی داشته باشه و ما مخالفین سیاسی خود را حداقل زمین گیر بکنیم و بیایم معدن مس عینک را در خطر قرار بدیم. من متاسفانه نسبت به این وضعیت تاسف میکنم. منافع سیاسی ما تعریف شدگی است. درم چک وضعیت منافع اقتصادی ما تنوز اگر منافع سیاسی افغانستان تعریف میشد، پس به هیچ صورت ما معدن مس عینک از دید سیاست نمیدیدیم. اگر منافع اقتصادی افغانستان تعریف میشد، به هیچ صورت منافع اقتصادی خود را باید از دید روابط با روابط سیاسی با چین نمیدیدیم. اقتصاد افغانستان، معدن افغانستان، قراردادی که با شرکت ام سی سی شده، یک رابطه اقتصادی است، یک رابطه تجارتی است. درست است که افغانستان نیاز به روابط اقتصادی داره، روابط سیاسی داره، نیاز به تعامل سیاسی با کشورهای بویژه کشور چین داره، ولی به حدی هم نه که ما یک سرمایه بسیار انگفت خود را در خطر قرار بدیم و ما بگیم که ما گزینه‌های مهمتر از این داریم. سیاست افغانستان در خطر است، به خاطر حفظ روابط سیاسی ما ناچار هستیم که معدن مس عینک را حراج کنیم یا لیلام بکنیم یا همین شکل بدون بهره برداری نگاه بکنیم. در همچین یک وضعیت من فکر نکنم همچین یک شکل مدیریت در حال حاضر به افغانستان توصیه شود. در صورت که حکومت امارت اسلامی یک برخورد کاملا متفاوت با دست خود نشان بده، با طرف چین طوری پیش بیاید که معدن مس عینک در گرو روابط سیاسی قرار نده. اگر همچنان به همین شکل ما انتظار داشته باشیم که سیاست چین با ما نرم باشه و ما با شرکت ام سی سی برخورد جدی نکنیم، متاسفانه سالهای سال از این بعدم شرکت ام سی سی از این نقطه ضعف ما استفاده سوء خواهد کرد و همچنان جرأتمندانه در جریان کار پروژه تعلل خواهد کرد و ما جرأت از این نخواهد داشتیم که شرکت ام سی سی بگیم که تو نمیتونی ادامه بدی، یا ما جرأت زیر نخواد داشتیم که حتی تا سرحد لغو این پروژه پیش بریم. بسیار تشکر، سپاسگزارم. حافظی صاحب، حالا گفتم میشه که بیش از 100 قرارداد با چین در خصوص استخراج معادن و قرارداد متفاوتر هم داریم. چرا گرایش ما بیشتر به طرف چین هست؟ یک چیز بر تو اول عرض کنم که استخراج معادن مطابق به اون شرایط و معیارهای بین‌المللی مدرن کار خوب است که شب به خاطر از اینکه افغانستان کشور بسیار فقیر است، بیکاری دیگه و بعد خود رسیده، فقر بیداد میکنن و طوری که آقای صاحب عبدالجبار صافی همکار ما گفتن، حکومت موجود یک اقتصاد ریاضتی متکی به عواید داخلی داره و یه عواید داخلی بسیار محدود است و امکان تمویل پروژه های انکشافی رو نداره و لحاظ اینا بسیار علاقه دارن که به هر صورت معادن چی کنن، قرارداد کنن و او را استخراج کنن و عواید به دست بیارن. چنان چطور نیستن مثلا در 3 سال گذشته هر سال کم بیش از 1 میلیارد دلار مواد معدنی رو صادر کردن. البته ما بسیار طرفدار ازی هستم که مواد پخته و مواد تولیدی صادر شود و صادرات ما صادرات
تولیدی ما باشه، برای از اینکه منابع داخلی معدنی بالاخره خلاص میشه. به هر صورت و او یک فاکتور اقتصادی مدرن نیست، یک فاکتور اقتصادی است که متکی به منابع طبیعی است. به هر صورت معدن هم یکی از منابع عواید کشورها هستند و این مالکیت مردم افغانستان است و مردم باید کار پیدا کنند، مردم از عواید از او باید زندگیشان بهبود پیدا بکنند، پروژه های انکشافی تامین شود. اما ما چقدر بر مبنای یک برنامه وزیرکانه داریم با چین مثلا قرارداد میکنیم؟ بیشتر هم میگن که چین سیاست انحصارگرانه اقتصادی داره. ما دیدیم نمونه‌اش در سراسر جهان داشتیم، مجموعه سریلانکا. شما هست که یک قرارداد کلان است که او مثلا سرمایه گذاری های میلیاردی داره، مثلا همین پروژه مثل عینک 8 میلیارد دلار تعهد شد، مثلا 8 میلیارد دلار با تکمیل پروژه و این برای یک پروژه 3 ساله است. و اون طرف آمودریا هم یک پروژه 13 میلیارد دلاری بود. اردوی از این تعهد تا بال نیافته. این 18 سال میشه، مثلا سال 2006 میلادی در تابستان یه قرارداد مذاکرات شروع شد و بالاخره داوطلبی شد و بالاخره قرارداد امضا شد. اما تا حال هیچ کاری صورت نگرفته. یا مثلا میگن که امنیت در پروژه نبود، یا مثلا در سالهای اول خوب بود امنیت. مسئله دومی که آثار تاریخی در اونجا وجود داره، آثار تاریخی که وجود داره رای آهن خود در اونجا نیست. رای آهن خود 1800 کیلومتر از دور از ذره شروع میکردن میتونستن، یک سنگ بالای سنگ مانده نشده بود. ما تقاضا داریم که و یکی دوستا که تاکید میکنن سر از اینکه باید افغانستان تور بکنه و تور بکنه و تور بکنه، افغانستان در یک موقعیت قرار نداشته و نداره. افغانستان یک کشور فقیر و غریب است و چین عضو شورای امنیت، عضو دائمی شورای امنیت است، حق ویتو داره. در تمام تصمیم بین المللی از 5 کشوری است که او تصمیم میگیره که حتی با ویتوی خود میتونه که 4 تا دیگه مقرر تصمیم کرده باشه این رو رد. بران ما باید با مند اول باید مشکلات رو به رسمیت بشناسیم، تا که مشکل رو به رسمیت نشناسیم راه حل مشکل پیدا نمیشه. با خوشبینی های بیش از حد و با مثلا احساسات وطن پرستانه و دوستانه بسیار خوب است، ولیکن در مسائل اقتصادی 2+2=4 است. هیچ وقت اگر ما شما بسیار خوشبین باشیم 2+2=5 نمیشه، یا بدبین باشیم 2+2=3 نمیشه. به این اساس من طرفدار واقعی بینی هستم و ارتباط سیاست و اقتصاد یک موضوع کاملا مسلم است. هیچ برنامه کلان اقتصادی بدون یک بستر سیاسی ممکن نیست. وقتی که اقتدار سیاسی قوی وجود نداشته باشه، شما قرارداد را که امضا کردین امور در موافق بین المللی به جاش شانده نمیتنید. وقتی که تخطی کنند زور شما نمیرسد. شما میگه مشترف جور نمیاد. ما شما با کدام امکانات و توانمندی خود میتونیم شرکت مثلا MCC چین بیش از 5 تریلیون دلار سرمایه دارد. یعنی که کل معادن افغانستان که بفروشن برابر سرمایه شرکت MCC چین نمیشه و مردم به دولت چین هستند. در پشت سرش سیاست چین و تمام توان اقتصادی چین استاد است. و به این اساس و در شرایط فعلی شرکت های دیگه که جا قرارداد کردن اونها شرکت های خصوصی هستند. ما میشناسم اونها را، اکثرشان کسایی که آمدن در اونجا مثلا در معادن اطلاع. تشکر حافظی سیب دوباره برمیکردیم. صافی سیب برای هم رفت طرف چند مندی بکر بریم. دیده چین به وضعیت افغانستان چگونه هست؟ از چی پس منظر از چی عینه که به افغانستان اینو نگاه دارن؟ اوری در افغانستان در پر از لکه سنگه چی حکومت و در اغوی کم نمایندگان افغانستان ترازی از منگ کم نمایندگان چین تزی به اقتصادی برخه دوی یو آواز خبر کرده او یو خبره که چی منگ با افغانستان سر پا اقتصادی برخه که کمک که او دوی سر با سرمایه گذاری هم که پا دیرو برخه که دوی هدف داده چی پا افغانستان که سرمایه گذاری که خوالل تا سیاسی او خصوصا سیاست او در طول مسائل در افغانستان سیلی او استاس تر روان دی. زی یو خبره او کما یعقوبی سیب دامخ که در خبره او کلا که چیرته په مخکینی قرارداد کې امارت اسلامي د چین د MCC لپاره کم امتیاز قیل شو، بیا به مونږ ویل چې دوی سیاسي ښکار شول، ولې که هماغه قرارداد چې هغه مفکرینو یا د افغانستان په بین المللي سطحه باندې دغه مسو عینک قرارداد شو او دوی بیرته راغستی چې MCC ډیر کوشش وکړو چې بعضې امتیازات والي خو دوی ور نه کړه ورته، او هماغه قانون یې ورسره تایید کړه او فشار یې پرې راوړو چې تاسو باید استخراج شروع کړئ، نور تاسو ته مونږ وخت نشو درکولی. همدا و چې دې ته راغله. زه فکر نه کوم چې دا به د سیاسي ښکار شوی او د خپل سیاست د خاطر به دوی چین ته ډېر امتیازات ورکوي، ځکه دوی نړیوالو ته وایي
چې تاسو راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، امریکایان ته هم وایي، اروپایان ته هم وایي، عربانو ته هم وایي، ټولې دنیا ته وایي چې افغانستان د جنگ نه خلاص شوی دی او تاسو راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. خصوصا د افغانستان دپاره چې اوس مونږ ګورو که د منطقې لحاظ نه وګورو، چین ډېره سرمایه گذاري په افغانستان کې کړې ده او همدغسې خپل ګټې ګوري. او زه فکر کوم چې خاص امتیاز به هم نه وي ورکړ شوی ورته، ځکه دوی خپل هغه ریالټي او په خپل د اقتصادي حمایه په خاطر باندې د خپلو غریبو خلکو د فقر د ختمولو په خاطر د اقتصادي حمایت په خاطر باندې د خلکو سره قراردادونه نه کړي. دومره درست و بسیار کوتاه مګه اشاره بکنین. خب نهایتا مس اینک پروژه شمالا آغاز میشه و این خواب دیرینه افغان ها به حقیقت مبدل میشه و میتونیم که اصلا مزایای اقتصادیشون بهره مند شویم، یا نه هم تو 16 سال معلق ماند و سالهای دیگر هم معلق میمونه. زه فکر کوم چې اوس هغوی مجبوره شوي چې کار شروع او کار شروع کوي، ځکه هغه طرحه چې د استخراج لپاره دوی په دې دوه کلو کې د امارت اسلامي ته وړاندې کړل، او دوی ورته وویل چې تاسو بله طرحه وړاندې کوي. د هغه مخکې د سیستم نه چې په هغې کې بعضې قانوني خلاوې وي، هغې نه بله طرحه وړاندې کړل او دوی باندې لاړل او دوی به کار شروع کوي په دې باندې. نو دا کار به شروع شي انشاءالله، زه مطمئن یم. سپاسګزارم. و یعقوب صاحب، میخوایم پرسش به شما مراجعه بکنم، آغاز میشه یا نه هم تو معلق میمونیم؟ ما امیدوار هستیم که با وجود تمام نارسایی ها و کوتاهی ها و مشکلاتی که در اقتصاد افغانستان وجود داره یا در حکومت افغانستان وجود داره یا در قراردادها وجود داره، ما امیدوار به تطبیق پروژه هستیم و شرکت ام سی سی بتونه واقعا این پروژه را تطبیق بکنه. اما یک مسئله را میخوام اشاره بکنم. صحبای سه اشارات داشتن که همچنان آفزی سیمن به یک نوی دیگه به این مسئله پرداختن که مس اینک به سطح بین المللی یک نوع قرارداد بین المللی است و حکومت امارت اسلامی نمیتواند در جایگاه قرار نداره که یک قرارداد بین المللی را لغو کنه یا در مقابلش موضعی بگیره. شما فراموش نکنید قوانین بین المللی بسیار زیادی در حال حاضر از سوی حکومت افغانستان لغو قرار گرفته. شما دموکراسی را میبینید، آزادی بیان را میبینید، حقوق بشر را میبینید، یا قوانین قبول شده بین المللی است. وقتی که حکومت امارت اسلامی با اعلام سیاست خود همچه قوانین را میتواند لغو بکنه، قرارداد معدن مس اینک چی مشکلی داره که در سطح بین الملل حکومت افغانستان نمیتونه به خاطر لغو از یک دایه را بلند بکنه؟ به این ما بسیار با دل خود را خوش نکنیم که یک مسئله بین المللی است و حکومت امارت اسلامی این قرارداد را عقد کرده و عالم نمیخواد که این قرارداد را لغو بکنه. حکومت امارت اسلامی پیش مردم مسئول است. سه سال میشه که حاکمیت داره در افغانستان. حکومت افغانستان را از خود میدانند، حکومت جمهوریت را سقوط دادن و خودشان روی کار آمدن. حالا مسئولیت پاسخگویی در قبال قراردادهای ولو گذشته هم دارن. به این معنا نیست که قرارداد در زمان چی است که نمیخواین به سوال شما به این معنا نیست که قرارداد در زمان حکومت امارت اسلامی عقد نشده، دیگر عقد کرده و حالا حکومت امارت اسلامی پاسخگوی هر نوع خلافورزی نیست. به این شکل نمیتونه مردم افغانستان اینو بپذیره. ما باید این واقعیت انکار بکنیم که حکومت امارت اسلامی در منجلاب سیاست جهان گیر مانده و ناچار است به خاطر تعامل سیاسی، روابط سیاسی، منافع اقتصادی خود را خیلی نرم و انعطاف‌پذیر مطرح بکنه. او قاطعیت، او جرأت، او صراحتی که از لحاظ اقتصادی باید حکومت داشته باشه، در حال حاضر او توانمندی وجود نداره که نشان بده. باید به اعتراف بکنیم. ما پیشترم گفتم باید جرأتمندانه به اعتراف تلخ باید داشته باشیم که ما بنا بر ناتوانی‌های سیاسی، ناتوانی اقتصادی را باید بپذیریم. بسیار تشکر. و حافظی صاحب، آخرین صحبت‌های شما را می‌خوام داشته باشیم. 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید. اول خوب برتون بگم که ما نگفتیم که حکومت افغانستان نمیتونه لغو کنه. ایره میتونه هر وقت مطابق به شرایط، وقتی که تخطی از طرف مقابل باشه، ایره میتونه. هر حکومت که در افغانستان باشه این حق محفوظ است و همچنان چینایی ها اگر دلایل داشته باشن میتونه. ما معتقد هستم که این کار شروع میشه، اما ما آرزومند هستم که ختم شود و این به بهره برداری سپرده شود. شروع شدنش دیگه چیز است و به بهره برداری سپردنش چیز دیگه است. ما امیدوار هستم که این پروژه کلان بالاخره عملی شود و جای کار بر مردم پیدا شود و یک مکان به سرخان مردم اضافه شود. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای یزرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، آقای شاکر یعقوبی، آقای اقتصادی و همچنین آقای عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، از حضورتون در محور امشب خیلی خوش اومدین. واسه من میندم میرسیم به پایان محور. از شما هم سپاسگزارم. شبتون بخیر.